در شرایط فعلی بیشترین نقش رو مردم در جلوگیری از گسترش این بیماری دارن با ماندن در خونه و رعایت قواعد بهداشتی. اما من با این دیدم که همه تقصیر رو به گردن مردم بذاریم، هی تهدید بکنیم اگه بیرون اومدید این میشه، فلان میشه، اله میشه، بله میشه، ما این خیلی موافق نیستم. بیشترین مسئولیت رو در این زمان حکومت ها به عهده دارن، اونان که باید همه امکانات موندن مردم در خونه رو فراهم کنن. مردم ما که داوطلب بیمار شدن نیستن، در صحنه‌های مختلف هم صحنه‌های همکاری و کمکشون رو دیدیم. اگر امروز می‌بینیم بعضی ها رعایت میکنن با دوبون علتش بره، این که اگر مردم ما مسئولیت پذیر بستن چرا به این وضعیت افتادن؟ آیا به خاطر این نیست که هیچ کس در این دوران ها به فکر مردم نیست؟ همه سعی میکنن با شعار مسائل رو حلش بکنن. اگه مردم فکر کنن که واقعا مسئولین به فکرشونن، به دنبال به احیای حقوقشون هستن، زندگیشون رو بخواهن بهبود ببخشن، مردم هم حتما به اونها کمک میکنن. برای این که ما هی از بیرون نشینیم و دستور بدیم و بعد چنگانگی های این دستورات مشخص بشه، طبیعیه که اعتماد مردم هم به همه اینها سلب میشه. ما اگر بخوایم در این شرایط این بیماری را کنترل بکنیم، به وحدت ملی احتیاج داریم، به انسجام ملی احتیاج داریم و اینها با دستور ایجاد نمیشه. قبول دارم که در طول سالهای سال این اعتماد بین حکومت و مردم تضعیف شده، اما اگر بخوایم اعتماد رو بسازیم فقط با درخواست و خواهش یا بدتر از اون دستور به مردم امکان‌پذیر نیست. بعد برگردیم ببینیم چی کار کردیم با این مردم که مردم اینقدر نسبت به ما بی‌اعتمادن و به مسئولیت‌های خودشون عمل نمی‌کنن. شاید مهمترین حلقه گم شده این باشه که هیچ یک از کسانی که مسئول اداره مملکت بودن اونها به وظایف خودشون عمل نکردن. در حال حاضر چه پیشنهادی میدید؟ الان هم ببینید، الان در مورد یک بیماری من به نظرم دولت با یک حالت گرفتاری مضاعف روبروست. شما مثلا میبینید داد میزنن تحریم ها رو بردارید، واقعا هم تحریم ها کمرشکن هست برای مملکت، ولی آیا نمیشد قبل از اینکه به اونجا برسیم یک کاری بکنیم که اصلا به اینجا نرسیم؟ به هر حال هر سیاست داخلی و خارجی تبعاتی داریم. اگر امروز ما دولتمون اون توان کافی برای مقابله با این وضعیت رو نداره، در عدم همکاری مردم نیست، در سیاست های غلطیه که در گذشته اتخاذ کردن و کار مملکت رو به اینجا رسوند. الان خیلی موقعیت مناسبیه، الان یک درد مشترک در همه، چه بین مسئولین و چه بین مردم وجود داره. بزرگترین اشتباه این است که ما کرونا رو یه بیماری فکر کنیم که در عرض 3 ماه 4 ماه در حقیقت از بین خواهد رفت و دوباره ما به وضعیت سابق خواهیم رفت، در حالی که باید کرونا رو یک بیماری همگیر بدونیم، نه فقط یه بیماری جسمانی، یه بیماری اقتصادی، یه بیماری سیاسی، یه بیماری روحی و روانی، یه بیماری بی‌هویتی. اینها رو باید، یه بیماری اعتماد شکن، اینها رو در نظر بگیر. اگر ما این به این صورت نگاه کنیم، نه فقط از این بیماری را خواهی یافت، بلکه مشکلات و گرفتاری‌های مزمن